هفته گذشته میدونیم که حملات تروریستی واقعا فجیحی صورت گرفته در منچستر به یک کنسرتی که اکثرا جوونا بودن، دخترا بودن در اندونزی، در مصر یک اتوبوسی از مسیحیان کاپت و در خود افغانستان همین این چند روزه همین جوری پشت سر هم حملات تروریستی بوده و ما میدونیم که این الان یه جزی از واقعیت زندگی همه مردم در همه جای دنیاست. مشکلیه که جامعه دنیا با شروع هست و یکی از خصوصیات این اتفاق اینه که کسایی که این کار دارن میکنن همشون جزء ساز جریانات سازمان یافته هستن اینا یه کسی نیست که مثلا نگران شده وضعش خیلی خراب شده مشکل روحی داشته رفته این کارو کرده نه اینا جزء افرادی هستن جزء سازمانی هستند، اسلامی هستند، تمام نیروهای امنیتی اینا رو میشناسن جزء لیستشون هستن و دارن این کارو دارن میکنن و یکی از کارهایی کرد که همه باید کمک بکنن که این سازمانهای اسلامی در واقع نابود بشن ولی تنها جنگ نظامی با اینا نمیشه کرد زمینه به وجود آمدن اینا هر روز در مساجد در مکانهای اسلامی در جنرانت اسلامی و سازمان اسلامی داره تو در واقع تولید میشه و باز تولید میشه و میشه واقعا میشه که با هر دو جنگید هم با ایدولوژی هم با خود اسلام و مذهب عنوان و نقش مخربش توی جامعه و هم با اسلام سیاسی به طور واقعا نظامی میشه گفت ولی یه چیزی که واقعیت داره این امکان پذیر، من الان اخیرا از سلیمانی کردستان برگشتم اونجا خب یه ور سلیمانی جمهوری اسلامی ایران نزدیکیشون داعشه که داره زندگی مردم رو هر سیاه میکنه ولی مردمی هستن توی سلیمانی و کردستان که دارن می جنگن برای سکولاریزم برای رهایی زن و آزادی زن و مرد برابری برابر مرد و زن و این امکان پذیر میشه در چندین سطوح جنگید و فکر میکنم که یه چیز مهم دیگه اینه که این حمله به حق و حقوق عقاید مذهبی افراد نیست اتفاقا دبران یه شعار خیلی جالبی داره میگه که مذهب برای فرد دموکراسی برای کل جامعه و میشه گفت که واقعا این سکولاریزم من شعارم میتونه می باشه که مذهب برای فرد سکولاریزم برای همه دقیقا یکی از مسائلی رو که میبینیم که سیاستمداران و کسایی که توی رأس قدرت هستن در اروپا و آمریکا توانایی جنگ با جنات اسلامی رو در حقیقت ندارن بخواد که هر روز که میبینی از یه طرف میخوان شکل نظامی جلوی اینا رو بگیرن توی حیات قلبتشون کسی کار نظامی نکنه ولی در این حال دارن تمام این ساختمان اسلام رو دارن همش محکم کاری میکنن همین دیروز ماه رمضان شروع شده تمام رهبرای احزاب رمزان. سیاسی مختلف تو انگلیس چپ و راست دادن. رو هم راه میرن که تبریک بگن رمضان رو که you? یک ماه صلح و تفاهم نه رمضان ماه سیاهیه که در واقع جدایی is... جامعه رو ت... تبلیغ میکنه اه اه حق انسان ها رو برای زنده بودن رو داره ازشون میگیره در واقع دست میکنه کنترل جامعه رو کنه و در واقع شرایطی رو به وجود میاره که همین جنایت اسلامی توش روش میکنن برای جلوی جنات اسلامی رو گرفتن نه تنها شکل نظامی باید جلوی اینا رو گرفت بلکه باید اون سازمان و ساختمان ای رو که هر روز داره تولید میشه تو جامعه از کانال های مساجد و غیره رو باید تحت فشار قرار گذاشت ایدولوژیکی رو بهش حمله کرد اسلام مشکل داره اسلام یک مثل تمام مذاهب یک جر... یک جریان یا یک فکر یا که زندگی انسان رو سیاه میکنه نتیجه نهاییش هم به این شکل خودش نشون میده به همین خاطر باید با اسلام جنگید باید با سازمان هاش جنگید باید اون شرایطی رو که زنها و منا رو جدا, جدا, میکنه از هم جنگید حقوق زنان رو باید فاکر و در این دلوریزما. حال دقیقا جنگ, جنگ, یعنی جنگ چند جانبه از جنبهای مختلف ولی جنگ با اسلام جنگ با اسلام سیاسی و در این حال دفاع از حق و حقوق شهروندی انسان ها که هر که دوست دارن باور کنن برابری زن و مرد و اهمیت سکولاریزم جدایی مذهب از دولت برای به عنوان یک پیش شرط برای بهبود زندگی آدم ها در هر جامعه